شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. به دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، آلبانی بنیاد سعدی مرکز آموزش جاسوسی و تروریسم رژیم را تعطیل می کند. اداره و هدایت بنیاد سعدی در کشورهای مختلف با غلامعلی حداد عادل از نزدیکان خامنه است. در شرایطی که رژیم با بحران سرنگونی مواجه است، تعطیلی مراکز و اخراج مزدوران و ماموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران از آمریکا و کشورهای اروپایی ضرورت مضاعف دارد. به دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم آخوندی از آلبانی، وزیر آموزش، ورزش و جوانان این کشور، دستور تعطیلی فوری بنیاد مصوم به سعدی متعلق به رژیم ایران را در خاک آلبانی صادر کرد. در این دستور که رسانه های آلبانی روز سوم بهمن آن را منتشر کردند، همه مجوزهای صادر شده به اسم این بنیاد در سالهای گذشته باطل اعلام شد. بنیاد فرهنگی سعدی در سال 1373 توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دنبال تحولات کشورهای حوزه بالکان در راستای صدور تروریسم و بنیادگرایی تأسیس شد این گونه زیر پوشش آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به جذب و استخدام افراد بومی برای اهداف جاسوسی و تروریستی می‌پردازند اداره و هدایت بنیاد سعدی در کشورهای مختلف با غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دستگاه صدور تروریست و بنیادگرای رژیم آخوندی می باشد. به همچنین عضو مجمع تشخیص مسلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و از نزدیکان و بستگان خامنه ای پدر عروس او می باشد. این بنیاد در آلبانی زیر نظر الله قلیزاده دیپلمات اخراجی از آلبانی در سال 2019 و آخوند سید احمد حسینی الاست رایزن فرهنگی رژیم در آلبانی که هفته گذشته از آلبانی اخراج گردید اداره می شد. در یک تحول دیگر روز اول بهمن تلویزیون تاپ چنل از آماده باش پلیس ضد تروریسم بعد از به حرکت سیدن قاسم سلیمانی خبر داد و اعلام کرد مقامات ضد ترور و مهاجرت آماده می شوند یک مزدور اطلاعات آخوندی به نام احسان بیدی را اخراج کنند و او تا زمان تکمیل مراحل اخراج در یک مرکز بسته نگهداری می شود. مقاومت ایران در اطلاعیه های متعدد از جمله 11 آذر 92 سی دی 1392 7 اسفند 1392 ده آذر 1393 و 24 بهمن 1396 سوابق مزدوری احسان بیدی را منتشر کرده است. اطلاعیه 11 آزر 92 کمیسیون امنیت و ضد تروریسم نوشت احسان بیدی در 31 فروردین 91 خود را به نیروهای عراقی تسلیم کرد و به هتل مهاجر بغداد که توسط وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس کنترل می شود رفت. وی در عواسط سال 91 به ترکیه و از آنجا با یک پاسپورت جعلی به مصر رفت. مقامات مصری او را دستگیر کردند. وی در زندان مصر هم در ارتباط با نمایندگی رژیم قرار داشت. اطلاعات آخوندی تلاش کرد بیدی را به اتریش، فنلاند یا دانمارک بفرستد. اما این کشورها حاضر به قبول او نشدند و او به عراق برگشت داده شد. چندی بعد با پاسپورت ایرانی که وزارت اطلاعات برایش تهیه کرده بود مجددا به ترکیه و از ترکیه به رومانی و از آنجا به آلبانی منتقل شد این پاسپورت به شماره 1635972 صادره در 27 ژانویه 2013 است مقاومت ایران پیش از این بارها خواستار تعطیلی مراکز جاسوسی و ترور رژیم آخوندی و اخراج مزدوران و ماموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و کشورهای اروپایی شده است در شرایطی که رژیم آخوندی با بحران سرنگونی مواجه است و بیش از گذشته به تروریسم روی آورده است تعطیلی مراکز و اخراج مزدوران رژیم آخوندی برای امنیت کشورهای میزبان و امنیت پناهندگان و مخالفان ایرانی ضرورت مضاعف دارد. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، پنجم بهمن 1398، 25 ژانویه 2020